یونان اعلام کرد روابط خود با آمریکا را با کمک رسانی به یک نفتکش رژیم ایران به خطر نخواهد انداخت. وزارت خارجه آمریکا میگوید این نفتکش در حال انتقال غیرقانونی نفت برای تغذیه ترور و سرکوب رژیم ایران و رژیم سوریه است. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد ما پاراگوئه را به خاطر لیست گذاری تروریستی حزب الله تحسین می‌کنیم. هموطنان آزاده و یاران اشرف نشان در سوئد علیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی در این کشور اعتراض کردند. جمعی از معلمان و فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت 4 تن از همکاران خود با نام‌های هوشنگ کوشکی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند. نزدیک به 946 هزار نفر از شهروندان سوریه بر اثر حملات هوایی و توپخانه رژیم جنایتکار اسد و روسیه در ادلب از 26 شهریور 97 تا کنون آواره شدند.